رج 9 من از یه رنگ دیگه استفاده میکنم. از توی زنجیره نخ میگیرم و یه بس میزنم. سه تا زنجیره، 1 2 3 و یه پایه دوبل برجسته از رو، روی پایه دوبل برجسته از روی رج 7 میزنیم، میبافیم، یه پایه بلند کنار اون یک پایه بلند، یه پایه بلند ما بین پایه بلندای رج قبل میبافیم، دوباره یه پایه دوبل برجسته از رو، روی پایه دوبل برجسته از روی رج 7 میبافیم، یه پایه بلند کنار پایه بلند قبلیمون. ادامه میدیم تا گوشه کارمون. رسیدیم به گوشه کارمون. یه پایه بلند بافتم، یه پایه دوبل برجسته از رو. گوشه کارمون 3 تا پایه بلند داریم، پایه بلند وسط، پایه دوبل برجسته از رو میبافیم. یه پایه بلند کنار پایه بلند قبلیمون میبافیم. گوشه کارمون 3 تا پایه بلند، 1 2 3 دو تا زنجیره، 1 2 و 3 تا پایه بلند دیگه کنار پای بلند قبلیمون، 1 2 3 و ادامه میدیم تا پایان رج. رسیدیم به پایان رجمون. در آخر یه پای بلند روی پای بلند رج قبلمون میبافیم و این رجمونم تموم میشه. رج 10 با 3 تا زنجیره شروع میکنیم، 1 2 3 و ما بین پای بلندامون 3 تا پای بلند میبافیم، 1 2 3 1 2 و 3 ما بین پای بلندامون پای بلند میبافیم تا به گوشه کارمون برسیم. به گوشه کارمون رسیدیم. توی زنجیره گوشه کارمون 3 تا پای بلند میبافیم، 1 2 3 دو تا زنجیره، 1 2 کنار پای بلندای قبلیمون 3 تا پای بلند دیگه میبافیم، 1 2 و 3 و دوباره ما بین پای بلندامون 3 تا پای بلند میبافیم تا پایان رج. رسیدیم به پایان رجمون. در آخر یه پای بلند روی پای بلند رج قبلیمون میبافیم و یه بس میزنیم. رج 11 من از یه نخ دیگه استفاده میکنم. روی پایه تکیمون یه بس میزنیم و 3 تا زنجیره، 2 3 یه پای دوبل برجسته از رو، روی پای دوبل برجسته از روی رج 9 میبافیم، 1 2 3 در 3 مرحله. یه پای بلند کنار پای بلند قبلی بود. ما
ما بین دو تا پای بلندامون یه پای بلند میبافیم و یه پای بلند دوبله از رو روی پای دوبله رج 9 میبافیم. یه پای بلند دیگه کنار پای دوبل قبلی دوباره یه پای بلند بین دوتا پای بلندامون یه پای بلند میبافیم و یه پای دوبل برجسته از رو روی پای دوبل برجسته از روی رج 9 میبافیم. یه پای بلند کنار پای بلند قبلی میبافیم تا به گوشه کارمون برسیم. به گوشه کار رسیدیم، یه پای بلند بافتم، یه پای بلند دوبل از رو روی پایه وسط رج 9 یه پای دوبل میبافیم یه پای بلند کنار پای بلند قبلی توی زنجیره گوشه کار سه تا پای بلند 1 2 3 دو تا زنجیره کنار سه تا پای بلندامون سه تا پای بلند دیگه می بافیم 1 2 3 یه پای بلند میانه این دو تا پای بلندا می بافیم یه پای بلند دوبل روی پایه بلند رج 9 پایه بلند وسطی میبافیم و یه پایه بلند کنار پایه بلند قبلی بود میبافیم و ادامه میدیم تا پایان رجمون. رسیدیم به پایان رجمون. یه پایه بلند روی پای بلند رج قبلمون میبافیم و یه بس میزنیم. رج 12 رو با سه تا زنجیره شروع میکنیم 1 2 3 بافتمون رو برمیگردونیم و ما بین پای بلندامون سه تا پای بلند میبافیم 1 2 3 و دوباره ما بین پای بلندامون سه تا پای بلند میبافیم 1 2 3 ادامه میدیم تا گوشه کارمون. رسیدیم به گوشه کار. توی زنجیرهای ستاییمون سه تا پای بلند میبافیم 1 2 3 دو تا زنجیره 1 2 دوباره سه تا پای بلند کنار این سه تا پای بلند دامون 1 2 3 و دوباره ما بین پای بلندامون سه تا پای بلند میبافیم تا آخر رج. رسیدیم به پایان رجمون. سه تا پای بلندا رو بافتیم. یه پای بلند روی پای بلند تکیه اولمون میزنیم و یه بست. رج 13 مون اول باید یه توضیحی بهتون بدم که 4 زل مربعمون بافت داره
من این دو طرف رو به شما آموزش میدم تا دو ضلع بعدش. من از یه نخ دیگه استفاده کردم، از روی پای بلند اولیمون شروع میکنم، یه بست میزنم با سه تا زنجیره، یک دو سه، دو تا پای بلند دیگه شروع کارمون میزنیم، یک و دو، سه تا پای بلند دیگه بین سه تا پای بلند های رج قبلمون میبافیم، یک دو سه، و همینطور ادامه میدیم تا گوشه بافتمون. رسیدیم به گوشه کارمون، سه تا پای بلند توی زنجیره های گوشه کار میبافیم مثل رجای قبل، یک دو و سه، دو تا زنجیره، یک دو، و سه پای بلند دیگه کنار این سه تا پای بلند دو، یک دو سه. دوباره سه تا پای بلند بین سه تا پای بلندای رج قبلمون، یک دو سه، و همینطور ادامه میدیم تا پایان ضلع دو. رسیدیم به پایان ضلع دوم موتیفمون، توی زنجیره کنار پای بلند اولیمون سه تا پای بلند میبافیم، یک دو سه، دو تا زنجیره، یک دو، دوباره سه تا پای بلند کنار این سه پای بلند میزنیم، یک دو سه، گوشه کارمونو بافتیم، یه زنجیره رد میکنیم، توی زنجیره بعد سه تا پای بلند میبافیم، یک دو سه، یه زنجیره رد میکنیم، زنجیره بعدی یه دونه ستایی میبافیم، یکی درمون میبافیم تا گوشه کارمون. رسیدیم به گوشه کارمون، توی زنجیرهای دوتاییمون سه تا پای بلند میبافیم، یک دو سه، دو تا زنجیره میزنیم، یک و دوباره کنار سه تا پای بلندامون سه تا پای بلند دیگه میبافیم، یک دو سه. ضلع چهارم موتیفمون هم مثل ضلع سوم بافته میشه، بین پای بلندامون سه تا پای بلند، یک دو روی زنجیره بعد سه تا پای بلند، یک
دو، سه. یکی در میون سه تا بایی بلند میبافیم مثل ضلع سوم. رسیدیم به گوشه کارمون، سه تا پای بلند بافته بودیم، کنار همین سه تا پای بلند سه تا پای بلند دیگه میبافیم. یک، دو، سه. دو تا زنجیره میزنیم، یک، دو، و شروع میکنیم و بس میکنیم به شروع رجب. رج آخر، رج پایانی، روی تمام پای بلندامون پای کوتاه میزنیم و توی زنجیره های گوشه کارمون هم سه تا پای کوتاه میزنیم. این صورت روی پای بلندامون پای کوتاه میزنیم. به این صورت. ادامه میدیم تا گوشه رج. رسیدیم به گوشه موتیفمون. توی زنجیره هامون سه تا پای کوتاه میبافیم، یک، دو و سه، و روی تمام پای بلندامون پای کوتاه میبافیم. ادامه میدیم تا پایان رجمون. رسیدیم به پایان بافت موتیفمون. سه تا پای کوتاه در آخر میزنیم توی زنجیره های گوشه، سه تا پای کوتاه میبافیم، یک، دو، سه، و یه بس به شروع کارمون. این موتیف ما هم تموم شد. امیدوارم که دوست داشته باشید. تا آموزش بعدی.